نامه پولس رسول به تیتوس فصل اول. این نامه از طرف پولس بنده خدا و رسول عیسی مسیح است. من مأموریت یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت کنم و حقیقتی را که با خداشناسی سازگار است بیان نمایم. این حقیقت بر اساس امید به حیات جاودانی است. خدا که هرگز دروغ نمیگوید، در ازل وعده آن حیات را به ما داد و در زمان معین آن وعده در پیامی که اعلام آن به دستور نجات دهنده ما خدا به من سپرده شد آشکار شد. به تیتوس فرزند حقیقیم که هر دوی ما در یک ایمان مشترکیم، خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهنده ما، به تو فیض و آرامش عطا فرماید. تو را برای این در جزیره کریت به جا گذاشتم تا کارهای عقب افتاده را سر و سامان دهیم و چنان که شخصا به تو دستور دادم رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین کن. رهبران باید اشخاصی بی عیب و بی آلایش و صاحب یک زن و دارای فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آنها را به هرزگی و سرکشی متهم ساخت. زیرا سرپرست کلیسا چون مسئول کار خداست باید بی عیب باشد، نه خودخواه، نه تندخو، نه مست باده، نه جنگجو و نه پول پرست، بلکه باید مهمان نواز، نیکخواه، روشنبین، عادل، پاک و خیشتندار باشد. باید به پیامی که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح سازگار است محکم بچسبد تا بتواند اطرافیان را با تعلیمی درست و صحیح تشویق کرده و مخالفان را مجاب سازد. زیرا مردان سرکش، یاوه‌سرا و گمراه کننده بسیارند. این افراد مخصوصاً در بین تازه ایمانان یهودی نژاد پیدا می شوند. لازم است که جلوی دهان آنها را گرفت، زیرا به خاطر تحصیل سودهای ننگاور با تعلیم چیزهایی که نباید آنها را تعلیم داد، خانواده ها را تماماً برمی اندازد. یکی از پیامبران کریتی که یک نفر از خود آنهاست گفت اهالی کریت همیشه دروغگو و حیوانهای پلید پرخور و تنبل هستند. این درست است. به این دلیل آنها را سخت سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند و به افسانه های یهود و احکام مردمانی که حقیقت را رد کردن گوش ندهند. برای پاکان همه چیز پاک است، اما برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند هیچ چیز پاک نیست، زیرا هم افکارشان و هم وجدانشان آلوده است. ادعا دارند که خدا را می شناسند، اما اعمالشان این ادعا را تکذیب می کنند. آنها نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار نیک کاملا بیفایده هستند.